درود بر شما همراهان گرانمایه به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثلا خوردن و در این درس عبارت ها و جملاتی رو با everything در انگلیسی با هم مرور خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت و با تمرینی که طبق روش در این کلیپ خواهیم داشت به این عبارت ها و جملات و همچنین کاربرد everything مسلط خواهیم شد و جملات بسیار خوبی رو یاد خواهیم گرفت فقط دوستان اگر میخواید جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آبخوردن خوردن به دست شما میرسه و از اونها استفاده بکنید در جهت یادگیریتون کانال انگلیسی مثل آبخوردن خوردن رو فالو یا سابسکرایب بکنید تا کلیپ ها در اسرع وقت به محضی که در کانال انتشار پیدا میکنند به دست شما برسن و از اونها بتونید استفاده بکنید و رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به عبارتها ها و جملات بسیار کاربردی با everything در انگلیسی دوستان همونطور که میدونید everything کلمه ای ترکیبی یا لغتی ترکیبی است که از کلمه every و thing درست شده every یعنی هر و thing یعنی چیز everything یعنی هر چیزی به عنوان مثال این جمله سوالی is everything okay is everything okay everything یعنی هر چیزی اوکی okay هم که میدونید یعنی اوکی okay. is everything okay یعنی آیا همه چی مرتبه آیا همه چی اوکیه مثلا یک اتفاقی افتاده بعد شما میخواید از همکارتون دوستتون یا اعضای عزیز خانوادتون بپرسید آیا همه چی مرتبه یا مثلا در احوال پرسی ها بعد از اینکه احوال پرسی کردید میتونید حتی از این عبارت استفاده بکنید همه چیز آیا مرتبه یا آیا همه چی مرتبه Is everything okay? Is everything okay? Everything is fine. Everything is fine. Everything که عرض شد خدمتتون یعنی هر چیزی یا همه چیز is یعنی است fine یعنی خوب و خوش و مرتب everything is fine یعنی همه چیز مرتبه امیدوارم همه چیز در زندگی شما هم مرتب و برقرار و رو فرم باشه everything is fine everything is fine everything is ready Everything is ready. Everything is یعنی همه چیز است. Ready یعنی آماده. Everything is ready. همه چیز آماده است. همه چیز آماده است که شما انگلیسی یاد بگیرید. در کانال انگلیسی مثل آب همه چیز است که شما انگلیسی یاد بگیرید طبق روش. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید. بنویسید Everything is ready. Everything is ready to learn English. دوستان همه چیز آماده است همه چیز مهیاست که شما انگلیسی یاد بگیرید در قسمت کامنت بنویسید everything is ready و با صدای رسا تکرار بکنید فراموش نکنید که حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون وجود داره اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید everything is ready everything is ready Everything went black. Everything went black. Everything یعنی هر چیزی went گذشته یه فعل بیقاعده یه go یعنی رفتن و went یعنی رفت شد در اینجا black یعنی سیاه دوستان دقت بکنید نگفتم بلک بلک بین B و L صدایی وجود نداره پس ما هم صدایی اضافه نمی کنیم black یعنی سیاه everything went black یعنی همه چیز سیاه شد همه چیز سیاه رفت مثل مشهدی ها به شد میگن رفت everything went black همه چیز سیاه شد everything went black Do you have everything? Do you have everything? Do you have یعنی آیا تو داری با دو سوالیش کرده Do you have یعنی آیا تو داری everything هر چیزی Do you have everything یعنی آیا همه چیز داری همه چیز رو مهیا داری بله شما همه چیز رو مهیا دارید که انگلیسی یاد بگیرید ما هم همه چیز رو در اختیار شما قرار دادیم فقط کافیه طبق روش تمرین بفرمایید Do you have everything Do you have everything I will do everything I can I will do everything I can. I will do any یعنی man انجام خواهم داد اون posفی و دو تا ال در واقع بوده i will که شده i apostrophفی s دو تا l I will do یعنی من انجام خواهم داد everything یعنی هر چیزی I can یعنی من میتونم I will do everything I can یعنی من هر کاری که بتونم رو انجام خواهم داد هر کاری از دستم بر بیاد رو انجام خواهم داد همین رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I will do everything I can to learn English من هر کاری که بتونم انجام میدم که انگلیسی یاد بگیرم I will do everything I can. I will do everything I can. Everything is fine so far. Everything is fine so far. Everything is fine یعنی همه چیز مرتبه همه چیز خوبه So far یعنی تا اینجا تا حالا So far پس یعنی تا اینجا Everything is fine so far یعنی همه چیز تا اینجا مرتبه تا الان همه چیز مرتبه همه چیز خوبه Everything is fine so far Everything is fine so far. Everything is going to be okay. Everything is going to be okay. Everything is going yani hame chiz darad miravad be koja? To be OK که OK بشه. everything is going to be OK. همه چیز داره به سمت و سوی میره که اوکی okay بشه مرتب بشه. امیدوارم در زندگی شما همین اتفاق بیفته قطعا با یادگیری همه چیز اوکی میشه. everything is going to be okay. everything is going to be okay. I cannot tell you everything I can't tell you everything I can't you i cannot yani من نمی tell kebeguyam you beto everything yani I can't tell you everything یعنی من همه چیز رو نمیتونم به تو بگم ناچارم به من گفته شده که همه چیز رو به تو نگم مثلاً. I can't tell you everything I can't tell you everything I had to do everything alone I had to do everything alone, I had to یعنی من مجبور بودم من ناچار بودم که چی کار کنی to do که انجام بدهم everything همه چیز رو alone تنهایی به تنهایی I had to do everything alone یعنی من باید همه کاری رو تنهایی انجام میدادم. من ناچار بودم که هر کاری رو تنهایی انجام بدهم پس حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I had to do everything alone. I had to do everything alone. I am satisfied with everything. I'm satisfied with everything. I'm satisfied یعنی من راضیم خوشنودم satisfied یعنی خوشنود شده راضی with با همراه با everything با هر چیزی I'm satisfied with everything یعنی من با هر چیزی راضیم با هر چیزی خوشنودم خدا رو سپاس به خاطر هر چیزی که داریم خدا رو سپاس که از این ره گذر انگلیسی مستاب خوردن ما میتونیم کمک بکنیم به شما که دو کلمه یاد بگیرید که یکم تغییرات ایجاد بکنید در زندگیتون از ره گذر یادگیری انگلیسی بلکه بتونید شرایط زندگیتون رو بهتر و بهتر کنید خدا رو شکر خدا رو سپاس I'm satisfied with everything. I'm satisfied with everything. Everything is all right at home. Everything is all right at home. Everything یعنی هر چیزی is all right یعنی مرتب رو به راه at home در خانه مثلا شما از ره گذر یادگیری انگلیسی تونستید مهاجرت کنید یه کشور دیگه یا تونستید پذیرش در یک دانشگاهی رو بگیرید تشیف بردید کشور خارجی حالا از برادرتون از مادرتون میپرسید اوضاع خونه چطوره is everything okay آیا همه چیز مرتبه بعد مادرتون داداشتون آبجیتون میگه Everything is all right at home. همه چیز در خونه رو به راه خدا رو شو که همه چیز رو به راهه. امیدوارم اوضاع زندگیتون، اوضاع حال دلتون همیشه all right باشه، همیشه اوکی okay باشه. Everything is all right at home. حالا نوبت شماست. نشون بدید که همه چیز در خونه شما برقرار مرتبه. بگویید و بنویسید everything is all right at home. everything is all right at home. he took back everything he said. he took back everything he said. he یعنی او آقا took back یک فعل عبارتیه. یعنی گذشته take back یعنی پس گرفتن گذشته take میشه took. took back یعنی پس گرفت everything هر چیزی رو he said او گفته بود said گذشته say he took back everything he said یعنی او هر چه گفته بود را پس گرفت مثلا یه حرفی زده بود مثلا یه پولی داده بود مثلا یه چیزی داده بود و حالا پسش گرفته he took back everything he said he took back everything he said don't cry یا do not cry یا don't cry everything will be ok don't cry everything will be okay everything یعنی هر چیزی will be ok یعنی okay خواهد شد don't cry امری به صورت منفی یعنی گریه نکن everything will be ok همه چیز اوکی میشه من به شما میگم شما به من بگید Don't cry, everything will be okay. Be yari okay Don't cry, everything will be okay. Don't cry, everything will be okay. Do not believe everything you hear. Don't believe everything you hear. Don't believe یعنی باور نکن، قبول نکن. Believe یعنی باور کردن. Everything یعنی هر چیزی. You hear. Hear یعنی شنیدن. Don't believe یعنی امری به صورت منفی که میگیم نهی. یعنی داره نهی میکنه شما رو. امر میکنه کاری رو انجام ندید. Don't believe باور نکن everything you hear هر چیزی که میشنوی هر چیزی که تو تلویزیون میشنوی در رسانه در اینترنت میشنوید و میبینید رو باور نکنید هر چیزی که میشنوید رو باور نکنید Don't believe everything you hear Don't believe everything you hear she taught me everything she knew She taught me everything she knew she یعنی اوی خانوم، مثلا مادر محرمتون تات گذشته تیچ یعنی آموزش دادن در زمان گذشته. فعل بیقاعده است پس وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش عوض میشه می یعنی به من مرا everything هر چیزی she knew او میدانست she taught me everything she knew او هرچه بلد بود را به من آموخت به من آموزش داد دست مادرها رو میبوسیم که هرچی بلد بودن هرچی اندازه که خودشون میدونستن به ما آموزش دادن و به ما یاد دادن She taught me everything she knew. She taught me everything she knew. Mom has forgiven Tom for everything. Mom has forgiven Tom for everything. Mom, mother has forgiven, یعنی بخشید، مورد بخشش قرار داد. Tom تام رو تام یه کاری کرده مادر has forgiven him یعنی او را مورد بخشش قرار داد مام has forgiven تام for everything مادر تام رو به خاطر هر کاری که کرده بود مورد بخشش قرار داد مام has forgiven تام for everything Mom has forgiven تام for everything. I tried everything to keep him alive. I tried everything to keep him alive. I tried یعنی من سعی کردم در زمان گذشته tried گذشته فعل try یعنی سعی کردن I tried everything یعنی من هر چیزی رو سعی کردم هر کاری از دستم می اومد انجام دادم که چیکار کنی؟ to keep him alive keep یعنی نگه داشتن him یعنی اوی آقا alive یعنی زنده to keep him alive یعنی که او رو زنده نگه دارم I tried everything to keep him alive یعنی من هر کاری کردم تا او رو زنده نگه دارم امیدواریم دلهاتون همواره زنده باشه عزیزانتون همواره در کنارتون باشن و عمر با عزت و سلامت داشته باشید دوستان I tried everything to keep him alive I tried everything to keep him alive. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید که هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید تا خوب بتونید مسلط بشید حالا اگر موافق باشید یک بار با هم از ابتدا جملات رو سریع با هم دو بار میخونیم تکرار میکنیم صدامون رو زبط میکنیم و با صدای رسا که زبط کردیم با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه میکنیم اگر اشتباهی وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنیم و رفت بکنیم آمده این بزنم بریم یک بار دیگه هر جمله رو دو بار تکرار می کنیم. Is everything okay? Is everything okay? Everything is fine. Everything is fine. Everything is ready. Everything is ready. Everything went black. Everything went black. Do you have everything? Do you have everything? I will do everything I can. I will do everything I can. Everything is fine so far. Everything is fine so far. Everything is going to be okay. Everything is going to be okay. I can't tell you everything. I can't tell you everything. I had to do everything alone. I had to do everything alone. I'm satisfied with everything. I'm satisfied with everything. Everything is all right at home. Everything is all right at home. He took back everything he said. He took back everything he said. Don't cry, everything will be okay. Don't cry, everything will be okay. Don't believe everything you hear. Don't believe everything you hear. She taught me everything she knew. She taught me everything she knew. Mom has forgiven Tom for everything. Mom has forgiven Tom for everything. I tried everything to keep him alive. I tried everything to keep him alive. بسیار هم عالی آفرین بر شما دمتون گرم که دارید تمرین میکنید دارید یاد میگیرید فقط دوستان در مورد قسمتی که با هم مرور کردیم و با هم تکرار کردیم و به صورت روون با سرعت نرمال خوندیم اگر شما دفعه اول نتونستید این کار انجام بدید و وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید دیدید به اون سرعت و به اون روونی نمیتونید بخونید هیچ اشکالی نداره معنی این موضوع این است که به اندازه کافی تمرین نکردید همین درس رو همین عبارت ها رو همین جملات رو دو بار ده بار صد بار دوباره تکرار کنید همین درس رو عمیق و قوی یاد بگیرید روون روون بتونید جملات رو بگید و بعد برید درس بعدی فراموش نکنید یادگیری عمیق رو همواره سرلوحه و سرمشق یادگیریتون قرار بدید در انگلیسی همین باعث میشه که سریع و سریعتر یاد بگیرید و مسلط بشید به اون چیزی که میخواید پس فراموش نکنید اگر بار اول نتونستید دوم سوم دهم اشکال نداره 20 بار 100 بار تکرار کنید همینجا این درس رو مسلط بشید و بعد برید درس بعدی بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید طبق روشی که دارید میبینید تمرین و استفاده بفرمایید از کلیپ های آموزشی و حتما کانال انگلیسی مستاب خوردن رو سابسکرایب و فالو بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید که بتونن استفاده بکنن دلهاتون همواره گرم و خوش امیدواریم که امید از زندگیتون رخت بر نبنده و به لطف خداوند هر روز و روزگار بر شما خوش باشه